فقر و ناداری بلایی است که امروزه گریبانگیر بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان شده است. در طی تحولات اخیر در سطح کشور و انتقال قدرت و عدم برسمیت شناختن دولت حاکمه از سوی مجامع بین المللی و کشورهای جهان و کاهش چشمگیر کمک‌های سازمان‌های امدادرسان بین المللی، میزان فقر به طور گسترده‌ای افزایش یافته است. در این میان خانواده‌هایی که در گذشته نیز از فقر شکایت می‌کردند در شرایط فعلی در وضعیت کاملاً اسفناکی به سر می‌برند. خانم حمیده خانم خانه است و او سرپرستی یک خانواده 6 نفری را بر عهده دارد. او 3 پسر دارد و 2 دختر و مادر پیری که از مریضی مزمن رنج می‌برد. اما با از دست دادن شوهرش که عیسی نام داشته است، وضعیت بسیار بغرنج شده است. ما وقت شوهر ما بود، خدا بمرز، زندگی ما نه قدر عالی بود، نه قدر ضعیف بود، متوسط بود دیگه. بنده خدا چه بگم دیگه، وقتی او زنده بودم خیلی مشکلات ها رو دیدم، خیلی سختی ها رو دیدم، تحمل کردم. اما وقتی او زنده بودم قالین می بافتم، کشمش پاکی می کردم، دخت دوزی مثلا دستی که بلد بودم می کردم دیگه. چون با شرایط زندگی خود می دیدم که روزگار نمی چرخه، یک مرد هرچی تلاش کنه، هرچی زحمت بکشه، هیچ جایی نمی رسه. پا در پای از اون من پیش رفتم. او هم بنده خدا، خدا بیامرز، خیلی سختی ها رو دید، خیلی مشکلات ها رو دید. مردم همی عاقل همسایه ما هم می دیدن. پای میده شد 1 سال و دم پای میدگی رفت. خیلی مشکلات ها رو با اولادای خود دیدم، خیلی سختی ها رو دیدم. بعد 1 سال پایش خوب شد، یک حادثه دیگه پیش آمد، در شکمش عملیات شد دیگه. 4 ماه 5 ماه دیگه دزو وضعیت تیر کردم با بچه های خود. چی کردم؟ پیش خدا همیشه شکرگزار بودم و گفتم خدایا هیچی نباشه، یک جان جور باشه، یک سلامتی آدم باشه، خیره. بچه های مگان دفعه ما گفت، ما گفت مادر ما هیچی مثل دیگران غذا نمیخوریم، مثل دیگران مکالا نمیخوریم. ما گفتم خیرم سایه پدر که بود دیگه، همه چیز است. تا اینکه رسید پدر از او حادثه ها خوب شد، هیچی نشد. سختی ها رو ما تحمل کردم، او تحمل کرد، درد ها رو او تحمل کرد، هیچی نشد. تا اینکه 12:30 شب بود که یکی صدا میه، دل از خواب کندم، بیدار شدم که واقعا یکی صدا میکنه مرا. بلند شدم که از نیش صدا میکنم، مادر مصطفی، مادر مصطفی. گفتم چیه بالا؟ گفت که اره ورخطا نشو، بیا اینجی. بعد از این گفتم چی شده؟ عیسی را کدام چیز شده؟ گفت بالا هیچی نشده، ما و عیسی یک کم حادثه کرده، عیسی سرش چرخ میخوره، در شبخانه برده، او را امشب بستری کردم اونجا، امشب نمیمانه دیگه. او صحنه ها که در یاد من میانم، مال هر لحظه ای دیگه سر تا قدم من در سوزش میام. خیر ببینه آقای سیستانی که دست همه کسایی که پدر نداره، یتیمه، بی بضاعت ها میگیره. ما 1,700 میدیه دیگه. در پالوی از خود من قالین بافی میکنم، کشمش پاکی میکنم دیگه. کاری که بگی از دروازه بیرون خیلی قصد میکنم که اولادای من از کس کم نمانه، اولادای من از کسی پس نمانه. بعد از او که پدر فوت شد، بعضی ها گفت که آره بچه خورا بکش از درس، برا کار کنه. هر دو بچه، یک بچه دویمی من 12 ساله بود، پدرش که به رحمت خدا رفت. گفتم نه دیگه، امی بدبختی ها رو میکشم، امی سختی ها رو تحمل میکنم، لوچی رو تحمل میکنم، گشنگی رو تحمل میکنم، ولی بچه های ما درس بخونه باید. مرتضی پسر خانم حمیده است
که از نبود پدر رنج میبرد، اما میگوید که برای رسیدن به یک آینده روشن درس میخواند. او میخواهد یک انجینیر شود تا بتواند خانواده خود را از این وضعیت نجات بدهد. من سنف چهار مکتب اخکرم و 14 سالم و از درسایم خوبه. وقتی که پدرم بود اوضایم خوب بود، حالی که پدرم نیه اوضایم خوب نشده. مواد خوراک نداری، بخاری نداری، زغال نداری. انجینر اگه شدم هر چیز جور میکنم. مادر خورا در کربلا منم، سرپرستی خواهر برادر خورا میگیرم. آل مادر ما موش سفید نشده، اوضایش خوبه، زیاد مرستابه. بختر ازی میخوایم انجینر شدم، مادر خورا تداوی کنم. دیگه سرپنای خوار برار خوشنم، خوار برار خورا کلان کنم، جای پدر خورا بگیرم. خانم تاج بی بی او نیز خانم خانه است و سرپرستی یک خانواده 5 نفری را بر عهده دارد. او 2 سال پیش شوهرش را از دست داده است و برای امرار معاش خانوادهش کشمش پاکی می کند. وی می گوید که در گذشته در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی زندگی می کرده است، اما برای گذران زندگی به ولایت بلخ آمده و در شهرک علی‌آباد که در حومه شهر مزار شریف است ساکن شده است. خانه اش کرایی است و از نداشتن کار و درآمدی که بتواند کفاف زندگی خانواده‌اش را بدهد رنج می‌برد. خودش مریض است و دخترش نیز از سردرد شدید شکایت می‌کند. 5 سال شده که پدر از جا فوت ده. دنیا رفته بیرارون می‌چخم. مشکل دنیا سر ممات دستنگیز یک سر خانه رفته از دیگه سر می‌چخم. 1000 سر زوزده نادو 14,000 روپی ما اینوال قرض داریم. نال قرض داریم این تو چه گلا من دوم چیز خواه کنم. بخیل سر مغزم تاثیر کده. خیل سر بد مخره. نال خود من مریضیم. دخترم هم میتو مریضه. کنزیم تو خطا شد. سرشی کمک ضربت خورد. نال این ترخ. بیرار خدا خاطر جمعی وقت خوشی بیده. یعنی مود دیگه اولی بدی. بسا یعنی 4 ماه ده. اندمی 4 ده. نزیم ما 4 ماه مشه. کمو اینجا ما دی او نداشتی. این تازه یک دو افتاشده که او کشته صاحب شی. هنی او کشته بسیار گفت که از پاس کرایی. از این پاس مای 1000 روپی کرایی. امی 3 ماهش نبود. خدا از راست خوش های نزیول بشی کرایی گفت. امی مای 1000 روپی 1000 روپی زار یک دوم گفت برق نداره. گفت اولا برق نداره من او کشتم دیگه دانت دیگه. این مجبور شد دیگه گفت میال سخا کنم دیگه مترمونی. همی وقت امی یک کارتنش دوی نوم زد بیرار. یک کارتنش که سر کابل آفت سر میشه در سر اینجی سی نوم سر میشه. اون مور در دوی نوم زد پاکنم. اون مور کشیش منم خیلی این 5 روزگی پاکنم. اگر قدر سردرش دوم کنم 6 روزگی بیلا پاکنم. اگر کم خوبتر بودم اون مور زوزده هم کنید هایی که بسه مطب موره. کوشش منم مگیم که تا یک ساعت بیخانین یک ساعت دیگر باید خنجقه ما کمک شید که می پاکش نکن در یک سر نه یک سرش کمک میشم خوبه. در جوامع مدرن و پیشرفته که سیستم اقتصادی بر مبنای کپیتالیسم و نظام سرمایه‌داری استوار است، ثروتمندان هر روز بر ثروتشان افزوده می شود و فقیران بر فقرشان. اما دین اسلام دارای نظام اقتصادی است که اگر به طور دقیق با آن عمل شود، در جامعه اسلامی هیچ فردی به بلای فقر و ناداری گرفتار نخواهد شد. در فرامین دین مقدس اسلام و در دستورات دینی برای زدودن این معضل و این مشکل راه‌های فراوان پیشنهاد شده است. از قبیل دادن نفقه که در حدود 70 مرتبه این کلمه و این واژه در قرآن کریم آمده است که شما از اموال با ارزش و معتبر خود انفاق بکنید، به هم نوعان و هم کشانتان کمک بکنید، پرداخت زکات، پرداخت خمس و دیگر کمک های انسانی به هم نوعانتان را شما حتما ادا بکنید. که حتی در یکی از آیات شریفه قرآن که خدای عظیم فرماید و فی اموالهم حق لسائل و المحروم، در اموالی
که در دست شما است و این اموال شما خودتان به دست آورده اید، در اینها حقی برای محرومان هست، حقی برای فقرا و سائلین وجود دارد. جعل این امور در دین مقدس اسلام به خاطر این است که سیستم طبقاتی که در جامعه انسانی بخصوص در جامعه اسلامی وجود دارد، این سیستم از بین برود. اگر جامعه رشد کرد، از نظر فرهنگی به جایی رسید که برادرش را هم خونش را مسلمانان را برادری خودش بدانه و بدانه که این مال ثروت دارایی امانت خداست و روزی خواهد از یه گرفت، اون طوری که صاحب امانت دستور داده باید مصرف شود، از این نظر قطعا ثروت در یک جا متمرکز نمیشه و به طور مستمر در بین جامعه در حالت گردش خواهد بود. او زمان همه اقشار جامعه از این ثروت بهره برداری خواهد کرد. نقطه دوم، راهکار دوم، راهکار اقتصادی جامعه است. تقسیم عادلانه ثروت بین اقشار جامعه. وقتی ما میبینیم در جامعه انسانی دولت موظف است که امکاناتی مثل وجوهات شرعیه را جمع بکنه، زکات را جمع بکنه. چرا جمع بکنه؟ دلیلش چیه؟ چون این میتواند مسلط است در جامعه، فقرای جامعه را تشخیص میده و برای فقرای جامعه توزیع بکنه و توزیع هم توزیع عادلانه باشه. مثلا معادن کشور وقتی استخراج میشه به شکل عادلانه و امکاناتی که در اختیار دولت قرار میگیره به نام مثلا از جهات مختلف دولت جمع آوری میکنه، باید اینا در خزانه دولت عادلانه جمع شود و عادلانه توزیع شود. اگر توزیع عادلانه بود، طبیعی است که جامعه شکاف طبقاتی به وجود نخواهد آمد، اختلاف طبقاتی نخواهد به وجود آمد و همه مردم هم به حق و حقوقشان خواهد رسید. میزان فقر در افغانستان بر اساس آماری که سازمان ملل متحد اعلام کرده است در سال 2014 میلادی 39% بود است، اما این آمار در حال حاضر به 72% افزایش یافته است و جای دارد که مجامع بین المللی و سازمان‌های کمک‌رسان خارجی هم از کشورهای اسلامی مردم افغانستان را در این شرایط حساس بیشتر کمک کنند و دولت سرپرست نیز زمینه‌های کاری و درآمدزایی را برای مردم افغانستان فراهم سازد.